بینندگان برنامه در غیر این صورت در برنامه پنجم از دوره 11 این برنامه ها در خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه اختصاص داره به بحث از روحانیت شیعه. من تلاش میکنم در این مجموعه برنامه وضعیت موجود، دیدگاه ها، نگرش ها، دستاورد ها و ظرفیت ها یا از اون طرف مشکلات و چالش هایی رو که روحانیت شیعه برای جامعه امروز ایران به بار آورده، اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدم. در ابتدای برنامه یه اشاره مختصری میکنم به 4 برنامه گذشته و مباحثی که در اون 4 برنامه در خدمتتون بودم و بعد وارد بحث امروز برنامه میشم که به دستاوردهای روحانیت شیعه اختصاص داره. در جلسه اول بحث من در مورد باورها و نگرشهای روحانیت شیعه بود. اشاره کردم در اون برنامه به دیدگاه‌های کاملا خطرناک و مسموم روحانیت شیعه که در طول 37 سال گذشته از رسانه‌های عمومی و تریبون‌ها در جامعه ایران پخش شده. این دیدگاه‌ها عبارتند از ادعای همه چیزدانی، انحراف اندیشی، تبدیل شریعت به قانون، خود حق پنداری، ترس از عالم بیرون، از بیگانه و همچنین اعمال ترس بر جامعه، انسان هراسی، غیر از کسانی که به ولایت باور دارن از بقیه اینها هراس دارن، حالا چه همجنسگرا، چه زن، چه جوان، چه کسی که دیدگاه های متفاوت داره، باور جدی به اعمال خشونت، تبعیض و گسترش طلبی و دیدگاه های امپریالیستی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه داره دنبال میکنه. در جلسه دوم بحث من در مورد نظام اخلاقی روحانیت شیعه بود که 3 بنیادش رو توضیح دادم. در نظام اخلاقی روحانیت شیعه انسان ها با هم برابر نیستند. تبعیض و امتیاز یکی از مبانی جدی دیدگاه روحانیت شیعه هست. جواز زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی برای حفظ و تبلیغ و اجرای احکام دین و بنیاد سوم قرار دادن اخلاق و انصاف به صورت شاخه‌ای از مذهب، اون هم مذهب شیعه، اون هم به قرائت روحانیونی که امروز در ایران قدرت رو در دست دارند. در جلسه سوم بحث من در مورد روحانیت شیعه بود به عنوان یک نهاد. در این بحث به 2 وجه نهاد بودن این پدیده اشاره کردم. یک بخشش بحث نهاد به معنای رویه بود، اشاره کردم به داستان شجره سازی ها و سادات، و در بحث نهادهای که در عالم واقع محقق شدن سازمان ها هم اشاره کردم به امامزاده ها و حوزه ها، اوقاف، مساجد و کارهایی که اینها در طول بالاخص از دوره صفویه به این طرف در این قلمرو انجام دادن و بالاخص به ویژه دوره جمهوری اسلامی. اونجا توضیح دادم که به عنوان مثال تعداد امامزاده های ایران از سال 57 که 1500 تا بوده تا سال 92 به 10500، یعنی 7 برابر شده. مساجد همینطور یک رشد بادکنکی داشته، در تعداد طلاب رشد بادکنکی داشته. اینا فعالیت هایی است که روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد در ایران دنبال کرده. در بحث جلسه 4 هم بحثم در مورد روحانیت دین بود به طور عمومی به عنوان یک بازار و روحانیت شیعه به عنوان یک در واقع یکی از طرف های این بازار، یکی از چند یا ده ها مغازه‌ای که در این بازار میتونه وجود داشته باشه. اما روحانیت شیعه بعد از انقلاب بازار دین رو در ایران کاملا به هم زده. در این بازار رقابت وجود نداره، طرف های رقبا سرکوب میشن، حذف میشن. در این بازار کالاهایی که فروخته میشه به جای اینکه معنویت و التیام بخشی یا امید دادن به افراد باشه، کارهایی که اهل ادیان در جوامع دموکراتیک انجام میدن، کالاهایی که در بازار ایران فروخته میشه عمدتاً خشونت و اجرای احکام شریعت،
هست، اعدام، زدن قطع دست و پا و کتک زدن زنان در خیابان، اینها کالاهایی است که در این بازار متاسفانه به نام دین داره عرضه میشه. بازار دین در ایران قواعدش یه قواعد منصفانه نیست، زور و تقلب برش حاکم هست، انحصار برش حاکم هست. یه بازاری نیست که اهل ادیان بتوانند به خوبی در این بازار فعالیتشون انجام بدن. به همین دلیل هم هست که ما در ایران دیندار و غیر دیندار رو از هم نمیتوانیم تشخیص بدیم، چون یه بازاری است که درویی و ریاکاری و تقلب برش حاکم شده. جنس اصل رو از جنس غیر اصل تشخیصش بسیار دشوار هست. اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای مهمش این بوده است که دینداری ایمانی رو برای مردم بسیار دشوار کرده، چون واقعا نمیشه فهمید که چه کسی دیندار هست و چه کسی کاسب هست و داره از دینداریش در ایران کسب میکنه و مشغول جمع‌آوری منابع دنیوی هست با تمسک به مغازه‌ای که روحانیت شیعه در ایران باز کرده. در این جلسه بحث من همونطور که عرض کردم خدمتون در مورد دستاوردهای روحانیت شیعه هست. ببینیم که حالا روحانیت شیعه با مجموعه این نهادهایی که در طول چند صد سال گذشته در ایران شکل داده و قدرتی که در چهار دهه گذشته در ایران به دست آورده واقعاً چه دستاوردهایی داشته. در تبلیغات حکومتی برای دیوان سالاری مذهبی در ایران و توجیه تزریق سالانه ده ها هزار میلیارد تومان، چون یه بخشیش رو دولت سالانه در حدود 2000 میلیارد تومان بودجه داره، بودجه رسمی داره در بودجه سالانه مجلس، دستگاه رهبری که بیشترین شهریه رو میپردازه، بیشترین امکانات رو داره و مشخص هم نیست که چقدر در حوزه ها خرج میکنه. غیر از اون قواله بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و زمین ها و امکانات کشور به پشت مراجع شیعه در قم زده شده. اینا هر کدوم منابعی دارن، همش منابع عمومیه، از منابع عمومی اینها رو برداشتن و دارن استفاده میکنن. مجموعش رو میشه تخمین زد در این دم و دستگاه مجموعه نهادی که چیزی در حدود 500 هزار نفر رو تحت پوشش قرار میده، حالا خانواده های اینا رو هم اضافه کنید، و داره بهترین امکانات رو هم استفاده میکنه در کشور، بیشترین ذخیره هم داره، بیشترین پسنداز رو هم داره، بیشترین منابع کشور هم به اینها اختصاص پیدا میکنه، چیزی در حدود 10000 میلیارد تومان هست که اینها از امکانات کشور هر ساله میمکند. با این میزان امکاناتی که به این دیوان سالاری تعلق میگیره، ادعای تبلیغات حکومتی این هست که روحانیت شیعه داره عرصه‌های جدیدی رو در می‌نورده. حالا با عکسایی که می‌ذارن که 4 تا طلبه در مقابل 4 تا کامپیوتر نشستن، یا یک مثلا کتاب فقهی رو این رو در وبسایتی درست کردن، در اون وبسایت گذاشتن، شما می‌تونید درش سرچ کنید، جستجو کنید، اون رو پیدا کنید. اینا بخشی از دستاوردهای قابل عرضه به شکل مدرنش هست که اینها به جامعه عرضه میکنن. اما عرض کردم دستاوردهای اصلی در واقع فربهتر شدن نهاد روحانیت و اعمال خشونت و تنفر و تبعیض در جامعه ایران بوده. خب ببینیم که واقعا عرصه های جدیدی رو که روحانیت شیعه در طول چهار دهه گذشته در نوردیده اینها چه عرصه هایی هست، در چه موضوعاتی، در چه حوزه های روحانیت شیعه در طول چهار دهه گذشته وارد شده که قبل از اون، قبل از سال 57 اینها در اون حوزه ها وارد نشده بودن یا کمتر وارد شده بودن. یک به یک من به این عرصه ها اشاره میکنم. در این اشاره هم سعی میکنم که نقل قول هام از چهره های مورد قبول و شناخته شده روحانیون شیعه باشه، ائمه جمعه، مراجع تقلید و کسانی که نظر یه طلبه ناشناخته ای رو در قم نقل نمی کنم، نظر کسانی رو نقل می کنم که تریبون رسمی دارن و افراد شناخته شده هستن.
یکی از عرصه های بسیار جالبی که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته تونسته به این دستاورد برسه در نبردیده، عرصه انسان حراسی هست. حالا ما از تقابل اینها با زنان، تقابل اینها با همجنسگرایان، تقابل اینها با روشنفکران، تقابل اینها با اقشار مختلف اجتماعی، با بهاییان، با یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، تقابل اینها، از همه اینها بگذریم، یه مورد خیلی سادهش تقابل اینهاست با افغانی ها، کسانی که کشورشون جنگ بوده به ایران پناه آوردن، بخش قابل توجهشون شیعه هستن، اونایی که به ایران اومدن بخش قابل توجهشون شیعه هستن، چون در دوره جنگ افغانی هایی که سنی بودن اونها عمدتاً به پاکستان رفتن، هم دینند هم زبانن، مشترکات ملی و فرهنگی بسیار زیادی با ایرانی ها دارن. خب ببینیم که روحانیت شیعه در برابر این جمعیت چگونه رفتار کرده. 30 چند ساله که کودکان افغانی در ایران از تحصیل محروم بودند. یک هفته گذشته بود که تازه آقای خامنه ای اعلام کرد که کودکان افغانی میتونن به مدارس ایران راه پیدا کنن، اونم علت اصلیش نه حق و حقوق کودکان افغانی بلکه کاهش جمعیت در ایران هست، اینا میخواهن که افغانی ها رو جذب کنن. علت دیگرش هم اعزام حدود بیش از 10,000 افغانی هست به سوریه، دارن از افغانی ها استفاده میکنن برای جنگ در سوریه، میخوان توجه این جمعیت رو جلب کنن. یعنی در واقع نوعی بده و بستان هست، هیچ انگیزه انسانی و مذهبی و ملی درش ما نمیتونیم مشاهده بکنیم. اخیراً آقای حدود چند ماه پیش آقای یحیی جعفری نماینده آقای خامنه‌ای در استان کرمان گفته بود که با حضور افغان‌ها در ایران به شدت مخالف است و افغان‌ها امنیت و سلامت کشور را به خطر انداختند. شما غیر از، حالا اگر افغان‌ها قومی نبودند که مشترکات زیادی با ایرانی‌ها داشتند، این رو کاملاً میشه به معنای نژادپرستی گرفت. اگر در کشوری دیگر مثلا در آلمان کسی چنین سخنی رو در مورد ایرانی ها یا افغانی ها بگه، حتما او رو نجات پرست یا قوم پرست یا شوبنیست لقب میدن رسانه ها. هیچ مخالفتی با این سخن از سوی دیگر روحانیون هم صورت نگرفت. شاید 30 یا 40 سال پیش کسانی که باور دینی داشتن و به روحانیت به عنوان مبلغان دین نگاه میکردن تصور نمیکردن که روزی یکی از ائمه جمعه یه فرد قومگرا و نجات پرستی یا فرد بیمنطقی مثل آقای یحیی جعفری باشه. جمهوری اسلامی یکی از در واقع خدماتش به جامعه ایران این بوده است که گرایش های فاشیستی درون روحانیون رو کاملا نمایان کرده. وقتی امام جمعه چنین سخنی بگه طبیعی است که وفاداران به روحانیت که امروز مقامات نظامی و انتظامی رو در کشور دارن اونها هم به همین راه میرن. رئیس پلیس آگاهی تهران در مورد مراکز قالی‌شویی به شهروندان تهرانی هشدار داده و میگه از کارگران افاقنه برای خانه تکانی استفاده نکنید. این یعنی یک جمعیت قابل توجهی از افغانها، چیزی در تخمین زده میشه بین 1.5 تا 3 میلیون افغانی در ایران دارن کار میکنن، همه اینا دوست هستن از نگاه رئیس پلیس آگاهی. ایشون در ادامه میگه در روزهای پایانی سال نسبت به ماهای دیگر شاهد افزایش سرقت فرش در پوشش مراکز قالی‌شویی یا از روی دیوار خانه ها هستیم. لذا شهروندان باید جهت جلوگیری از این حوادث به هشدارهای پلیس توجه داشته و مانع از ایجاد فرصت برای تبهکاران شوند. تبهکاران هم همین کارگران افغانی هستند، قربانیانی هستند که باید تمام جنایات و مشکلات کشور رو به گردن اونها انداخت. این گونه سخنان رو شما می توانید به راحتی، حالا اینها افغان هستند، کارگر هستند، بدتر از اینها رو در مورد همجنسگراها، در مورد بهائیان، در مورد مسیحیان تبشیری، در مورد افراد بیدین اینها رو بیان می کنن. یکی از عرصه های بسیار شاخصی که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته در نوردیده عرصه انسان حراسی، عرصه نجات پرستی، قوم پرستی و این گونه حرف هاییست که اینها مرتبا هر روز میزنند. عرصه دومی که
ارتقای مقام پیدا کردن. روحانیت همیشه در حال استثمار، در حال فریب دادن جمعیت مخاطب خودش بوده. خب به دلیل اینکه این استثمار امروز همراه شده با چپاول منابع عمومی، اینها ارتقا پیدا کردن به سطوح تازه. روحانیونی که در طول یکی دو سال گذشته بعد از تحریم ها از نظریه اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای دفاع می کنند، خب این در واقع تحریم ها باعث شده که سالانه هزاران میلیارد تومان به جیب سپاهیان، اعوان و انصار حکومت بره و دوره آقای احمدی نژاد که حدود 700 میلیارد دلار در کشور در واقع چپاول و تاراج شد. برای برخورد با وضعیت جدید، توصیه‌ای که ائمه جمعه به مردم ایران می‌کنن این نیست که حکومت باید فساد رو کاهش بده، زیاده روی و خرج‌های بیهوده رو کنار بگذاره. به مردم توصیه می‌کنن که کمتر غذا بخورند. آقای جنتی در نماز جمعه تهران این رو چندین بار تکرار کرده، یک بار 10 بهمن 93، یک بار هم 1 خرداد 94. ایشون به مردم توصیه میکنن که صرفه‌جویی کنن، روزی یک وعده غذا بخورن تا کشور بتونه در مقابل دشمنان فرضی اونها بیسته. امام جمعه مشهد هم قریب نزدیک به همین سخنان رو گفته بود. این حد از فریب، این حد از استثمار که سطحیش در میان تقریبا همه رهبران دینی در ادیان مختلف به چشم میخوره، تنها با اتکای داده شدن بلندگوهای مجانی و عدم امکان انتقاد از اونها در داخل کشور نصیب روحانیت شیعه شده. این از دستاوردهای جالب توجه روحانیون در ایران هست. دستاورد سوم یا عرصه سومی که روحانیت شیعه در طول 14 دهه گذشته به خوبی در نوردیده سرکوب هست. در حیطه سرکوب اینها خیلی راحت حرف میزن. قبل از انقلاب چون خودشون تحت فشار بودن، به این راحتی از زندانی کردن، از شکنجه با شوخی، با توصیه صحبت نمی کردن. ولی اینها خیلی آسون شده و اسم زندان رو گذاشتن هتل، اسم حبس کردن رو گذاشتن کبابخوری. آقای علی عسکری معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، ایشون میگه که دکتر روحانی که یک مبارز انقلابی و اولین فردی است که در سخنرانی خود لقب امام را به رهبر کبیر انقلاب داد، چه اشکالی دارد آقای روحانی پرونده این افراطیون؟ کس نمیگه که ایشون قبول نداره. حالا من از اونها دفاع نمی کنم ها، ولی توصیهش رو ببینید. آقای روحانی پرونده این افراطیون را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند تا اینها هم 2 هفته بروند کباب بخورند. اسم حبس کردن، اسم انداختن افراد به انفرادی رو و کتک زدن افراد در زندان ها رو اسمشو گذاشتن کباب خوردن. ببینید چقدر راحت اینها در زبان روزمره شون از سرکوب میتونن راحت سخن بگن و قضیه رو تلطیف کنند. عرصه چهارمی که در واقع از دوره آقای رفسنجانی شروع شد و امروز کاملا بس پیدا کرده، مداخله امنیتی ها هست در حیطه امور اقتصادی. در وزارت اطلاعات هم چون قرار هست که یک مجتهد اونجا وزیر اطلاعات بشه بنابرای قانون تعیین مصوب مجلس، روحانیون هستن که وزارت اطلاعات رو اداره می کنن. روحانیت شیعه در 14 دهه گذشته به خوبی نشون داده که در حکومتداری نیروهای امنیتی رو به راحتی میتونه درگیر بکنه و در این زمینه ها هم به راحتی فتوا میده. آقای علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره رفسنجانی که خب سابقهش خیلی روشن هست، هم در ترورهای خارج کشور و هم در قتل‌های زنجیره‌ای داخل کشور، ایشون میگه که نفت بشکه 8 تا 16 دلار فروخته میشد در دوره آقای رفسنجانی و اصولا پولی در کار نبود. خیلی از صنایع را ما ورود کردیم و راه انداختیم. ایران خود رو 90 هزار پیکان تولید میکرد با 48 عیب. من به آقای قروی گفتم که این وضع بدی است. ایشان گفت بروید مطالعه کنید و مذاکره انجام دهید و نتیجه این شد که پژو فرانسه راضی شد و این کار 2 میلیون دلار پول میخواست. کشور در آن مقطع پول نداشت، برای همین ما وارد شدیم و این مبلغ را از دوستان این طرف آن طرف جمع کردیم.
خیلی جالب هست. وزیر اطلاعات پول جمع میکنه، ببینید چجوری کشور اینها اداره میکنن، میگه 2 میلیون دلار از این ورور پول گرفتیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم و با آقای قربی دادیم و ایشان خط تولید پژو رو خرید. حالا واقعا خط تولید پژو رو با 2 میلیون دلار میشه خرید یا نه، این هم از شوخی های روزگار هست. در ادامه ایشون میگه 90,000 تولید به 90,000 به 900,000 رسید و 1,000 کارگر به 12,000 کارگر. برخی به ما گفتن به شما چه ربطی داشت در این حوزه ها ورود کنید، اما به نظر من، به نظر ما بحث امنیت کشور بود. امنیتی ها در ایران همه ی هیته ها رو، حتی که انتشار یک کتاب، یک کنسرت، اینا رو همه رو امنیتی میدونن. فتوای من این بود که سوار پیکان شدن حرام است و در حال حاضر سوار پراید شدن، چون آن خود رو امنیت نداشت و این هم امنیت ندارد و در یک تصادف همه سرنشینان را به کام مرگ میبرد و هوا را هم خیلی آلوده میکند. وزارت اطلاعات مسئول هوا، مسئول نظارت بر اتومبیل ها، مسئول همه کار هست و جالب هست که وزیر اطلاعات فتوا میده که سوار پیکان شدن حرام هست. اینا عرصه های تازه است که روحانیت شیعه در دوره بعد از انقلاب بهش وارد شده. با همین نوع فتواها هم بوده، یعنی روحانی که در مورد سنجش کیفیت خود رو فتوا صادر میکنه، طبعا در مورد کشتار آدم ها، فعالیت تروریستی، بمبگذاری در آرژانتین، کشتن مخالفین در آلمان، در فرانسه، کشتن نویسنده ها و فعالان سیاسی در داخل کشور، راحت میتونه در این زمینه ها ایشون فتوا صادر بکنه و صادر کرده. حالا در مواردی هم که خودش صادر نکرده، اعضای وزارت اطلاعات رفتن از آقای خوشوقت که یکی از روحانیونی بود که اخیرا فوت کرد، فوق‌مخیش آقای خامنه ای هم هست، آقای مشتبه تهرانی که درس اخلاق میداد در تهران، یا دوری نجف آبادی، اون فتواهای قتل نویسنده ها و فعالای سیاسی و روزنامه نگارها رو از همین روحانیون میگرفتن که اینها مجالسی دارن داشتند، اونایی که فوت کردن، مشتبه تهرانی هم فوت کرد، کسانی هستن که مشهورن به این که درس اخلاق میدن اما پای درسشون بسیجی ها و لباس شخصی ها و اینا هستن، فتوا میگیرن و میرن آدم ها رو میکشن. اینها عرصه های جدید صدور فتوا هست در جمهوری اسلامی. عرصه دیگری که روحانیت شیعه، البته خب در این عرصه همه روحانیون اهل ادیان فعال بودن، قبل از انقلاب هم روحانیون شیعه فعال بودن، اما امروز اینها برای فعالیت در این عرصه همه تریبون های کشور و همه قدرت کشور رو در اختیار دارن و اون هم فروختن بهشت هست. جهنم و بهشت کاملا در اختیار این افراد قرار گرفته و هر روز مشغولن به این که یه گروهی رو به جهنم بفرستن و یه گروهی رو به بهشت. آقای عبدالله جوادی آملی یکی از روحانیون است که حرفهای به عنوان فیلسوف ایشون رو در ایران مطرح میکنن، ولی سخنان بسیار سخیف و سخنانی که آدم شرمش میشه. در هفته گذشته ایشون خواسته بود انتقاد بکنه از سیاست‌های آمریکا، بند کرده بود به قد آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. اینا رو در سایت‌ها نگاه بکنید، واقعا آدم شرمش میشه که یک کسی که در ایران به عنوان فیلسوف و معلم اخلاق مطرح میشه این برخوردهای سخیف و بچگانه رو داره. ایشون میگه که این مخترعان و مکتشفان مانند مخترع برق و بسیاریشون موحد بودن، حرفایی که هیچ اساسی نداره. بسیاری از مخترعها برخیشون دیندار بودن، برخیشون نبودن و کفر و الحاد آنان یا اتمام حجت بر آنان اثبات نشد که حق بر اینان مسلم شده است و اینان الحاد را بر توحید مقدم داشتند، خیلی از آنان مستضعف فکری بودند. اینا معتقدن که هر کسی دین اسلام نیورده یا مغرضه یا نادانه. اگر کسی غرضی نداشته باشه و بهش هم اسلام عرضه شده باشه حتما اسلام رو قبول میکنه، لذا اسلام اونم اسلامی که این آقایون معرفی میکنن. ایشون در ادامه میگه لذا درباره افراد و اشخاص نمیشود نظر داد، تنها به طور کلی میتوان گفت که افراد مشرک و ملحد به طور عامدانه وارد بهشت نمیشوند. در دنیا از اختراع خود استفاده میکند و ممکن است از این اختراع در برزخ و در قیامت استفاده کند، اما قطعا وارد بهشت نخواهد شد. بهشت اختیارش دست اینهاست. کسی حتی اگر بزرگترین خدمات رو به جامعه بشری هم کرده باشه، تا آقایون روحانیون زیر برگش رو امضا نکنن اینها نمیتونن وارد بهشت بشن. اونم کسانی که شما، من جمله ایشون رو خوندم،
نمیتوانند 4 تا جمله فارسی رو در کنار هم معنیدار در کنار هم بنشانند. من اینها معتقدم که ما باید زیر برگه بهش رفتن همه آدم ها رو امضا بکنیم. این از عرصه هایی بوده که البته روحانیون در همه ادیان همیشه ادعاشو داشتن، اما امروز اینا قدرت دارن و فردی رو هم که میکشن و به ناحق میکشن، معتقدم که آقای خلخالی میگفت که ما اینها رو به بهشت ارسال کردیم. قسمت